Passamos.
Nemede? Şimildi ile şirildi ile. Hasan almış. Mersi. یه سایتی دارم روی گردشگری و اینا کار میکنم جذب توریست و حسن باشی
انگلیسی راجع به همدان چون مخاطبم فارسی انگلیسی اصلا فارسی راجع به خود همدان توضیح بدی. نه 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 آقای چی اینجا بودش انگلیسیش باشه الان عالیه. آقا کجا رفتش همینجا بودن الان شما بیشتر مسافرات دارید کنید اطلاعات شما که تو همه دونید انگلیسی بلد نیست. حالا فارسی هم بگیم من زیر نویس میکنم. آجاد از کدام ها رو مخواهی آقا بگیم الان همه اینا رو گرفتی؟ چه جرنامه اینا رو میدنید؟ جاهایی که همدان داره اینا بخوای در مورد جاهایی که همدان داره الان در واقع جایی که شما هستی الان مثلا آرامگاه بوالی سینا تعداد شوتونایی که داره به تعداد کتابایی که نوشته که طراحیش بچهای ژاپن انجام داده بودن ساخت با برنامه‌ریزی آقای جیهون. بعد سال چنده سالش دقیق یادم نیست ولی خب میدونم خیلی قدیمیه که طراحی و نقشش به تعداد ستونایی که داره کتاب داره اون گری که داره به تعداد ستوناشه. بعد از دل من که شما باشید ما تو همدان عین القضات داریم، عین القضاتی که سرشو بریدن به ناحق. گفت شما دارین سر من رو به ناحق میبرین ولی من به شما ثابت میکنم که ناحقه. وقتی که سرشو بریدن بلند شد سرشو گرفت با هم خودش رفت و گروخ گرفت خوابید. این القضات همدانی اینا رو میدونی بدبختی که باورش نمیشه اون این القضات همدانیه قهوه ایه. خب بعد خیلی کسا اصلا الان مثلا بناماشونو بخوام براتون بگم. آرامگاه بابا طاهر رو داریم که بابا طاهر اوریان معروفه که اونم باز به تعداد کتابایی که داره ستوناشو زدن و شعرهای خیلی زیبایی که مدرد منو به شعر چون به زبان همدانی و فهلویه یه مقدار برای مردم درکش و فهمش یه مقدار ضعیفه نمیتونن ترجمه خاصی ازش در بیارن. بعد دیگه برای شما پهلوان علی میرزا که اینجا باشه معلومه یکی بزرگترین بعد از گیلان یکی از دومین شخصی که میشه گفت با سفال تونستن ظرفای غذا و نوشیدنی رو تونن. بعد حالا از این ور بخوام براتون بگم استرمردخای تشریف بردین کجا؟ استرمردخای او اینو باید برم. چقدر فاصله داره؟ همین خیابون رو برین تا انتها میرسی به این میدون همون دور میدون وایسی بغل دست خیابان بوعلی میشه خیابان شریعتی همینو آره تا ته تا انتها برو تهش که رسیدم میدان به میدون که رسیدم اول یه خیابانی نوشه شریعتی دکتر شریعتی اونو رفتین داخل 50 قدم میرین جلوتر کوچه اول نه دوم زده کوچه استر که همون اولش میرین استر مقبره استر مردخای که استر آره دیگه برادر داده مردخای بود زمان خشایارشا و اون قتل فجیعی که انجام دادن به تبع یهودی کشی و اینا. بعد اون ورش بخواییم برین حمام قلعه میشه که یکی قدیمی ترین حمام های همدان ایرانه. بعد دیگه برای شما بگم این ور بخواید برید بلوار مدنی برج قربانه که یه بیوگرافی خیلی قشنگی داره و بغلتش هم موزه فرشه فرشای نفیس. بعد آقایی که شما باشید بخوام بارتون بگم اگر به چی میگم مذهبی میخواید برید این پشت زبیده خاتون رو ما داریم این بر امامزاده یحیی رو داریم. باز براتون بخوام بگم باز تو مسیر این بر که بخواید برید میدان خود همدان رو داریم که از بالا نگاه کنید مثل یه دونه زنبوریه که از هر میدون به 6 تا خیابون از هر میدونی که میره باز میره به میدونی دیگه هر میدون باز 4 تا خیابون دقیقا مثل لانه زنبور کندو تو هم دیگه باز اونا طراحیش آقای جیهون انجام داده. بعد آقای که شما باشید آقای جیهون اصالتا همدانی بوده خودش آره که شاگردای کمال الملک بزرگ بودن دیگه. بعد که اگر رشته معماری انجام داده باشه اصلا یکی از درسات و درسای آقای جیهونه که کلا طراحی و شهرسازی کارش
باز عدید من که شما باشید این برای رو بخوام برای تون بگم نردیک میخوام الان دور برای نردیک رو بهتون بگم اما قلر هم که همون دقیقه انتهای کوچه استره که میرین روبرتون یه پاساژ دست چپ یه مقدام میرید بالاتر حمام قلعه اونجاست باز حمام قلعه رو بهتون پیشنهاد میکنم حتما بریم اول میرم چیستم که اصلا حواسم به استر و مرتقا آره استر و مرتقا ولی خب شما نمیدونم بریم داخل همین که آره میتونی از بیرون مقبره رو بگیریم مگه که کارت حالا یا توریست بودن داشته باشید یا اقلیت باشید که بذاری بریم داخل یه تا جایی که اطلاع دارم یهودیا و مسیحیا و ارامنه رو راه میدن مسلمان و شیعه رو راه نمیدن متاسفانه بعد باز خیابون اکباتان رو داریم مسجد جامع فوق العاده قدیمی این از ساده کلن همه جیالی تمامی جمعه کلن تحقیلش کردن کلی آثار باستانی از توش در بردن بیرون بعد باز همون مسجد جامع رو یه صد متر میریم پایین تر میکنیم به شهر حکمتانه باز همین میدون هم اگر خواستید برید چند روز چند وقتی چند ماهی بازش کردن که از وسط خود میدون کلی اجساد و مومیایی بی بی شهر بانو و مادر کوروش بوده رو در آوردن یه چیزی جام یه ویلکام تو همدان ویلکام تو همدان اوکی احمد جان ممنونم